جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، میگوید تسلیم شدنش به پلیس بریتانیا را میپذیرد، به این شرط که یک کارگروه سازمان ملل متحد گزارش دهد 3 سالی را که او در سفارت اکوادور تحصن کرده بود توقیف اجباریش بوده است. آقای آسانج در حساب توییتریش نوشته که اگر این کارگروه بگوید اقدام سوئد و بریتانیا که منجر به تحصن او شده غیرقانونی است، باید بلافاصله گذرنامه‌اش را پس دهند و اقدام دیگری برای بازداشت او نکنند. آقای آسانج در سال 2012 میلادی برای کاهش احتمال دستگیری و استردادش به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. جولیان آسانج در سوئد به تجاوز جنسی متهم است. رأی سازمان ملل متحد در پرونده جولیان آسانج که روز جمعه اعلام می شود لازم الاجرا نیست. جولیان آسانج به خاطر انتشار اطلاعات و اسناد محرمانه آمریکا در ایالات متحده آمریکا هم تحت پیگرد قانونی است.